قسمت دهم قول پیکر. همچنان که آن قرش دور دست اما قوی در کوها محو شد، پنج قهرمان ساکت و هراسناک روی شنهای صحرا ایستادند. دفعات پیش نه قرش انقدر بلند بود نه ارتعاش انقدر قوی، ولی علی‌رغم ترس و خستگیشون میدونستن که باید به راه خودشون ادامه بدن و با هر خطری که هست روبرو بشن. وظیفه اونها اون بود که سرزمینشون رو نجات بدن به شرطی که خیلی دیر نشده باشه. بله، به سوی رودخانه به راه افتادن. گرچه گلاکن هیچ وقت اینو پیش دوستانش اعتراف نکرده بود، آرزوی او این بود که در اون موقع در برج ناقوس واترگپ می بود و زنگ ساعت 6 رو به صدا در می آورد. سنگ زمزمه هنوز به گردنش آویزون بود و بلبان تنها پیوند با زادگاهش به او آرامش می داد. اسکامبل نیز به فکر خونه، در آب بند و ماهیگیری و چرت زدن در سواحل رود واتر کرس بود. سیلکی در حالی که حفار زخمی کوچولو رو در بغل داشت با گاملوتی راه می رفتند و گرچه هیچ چیز نمی گفتند، ولی هر دو در آرزوی پایان این ماجرا بودند، در آرزوی یک حمام داغ و لباسهای تمیز و خوشبو و زندگی راحت در سرزمین بین کوها. تنها کراستابر بود که از این سفر لذت می برد. لذت او به خاطر دوستی با دیگران بود و فکر خطرهای بعدی هیچ نگرانش نمی کرد. گلاکن صدا زد: همه تون بیاین اینجا و یک نگاه به این بندازین. اونها روی شیبی آرام به او پیوستند. اون شیب به یک راه آب سنگی می رسید و در اون طرف اون یک دیوار صخره‌ای صاف با شیبی تند تقریبا به صورت عمودی دیده می شد که راهشون رو سد کرده بود. گلاکن پرسید: حالا چطور از اون بریم بالا؟ اسکامبل گفت: چطور از تناب کمک بگیریم؟ کراستابرد موافقت کرد. گاملوتی گفت: بیفایده است. اولا که تنابمون نمیرسه، ثانیا این کار غیر ممکنه. سیلکی گفت: یادتون میاد ماگلس چی گفت؟ وقتی به بنبست رسیدین از گفته های من استفاده کنین. گاملوتی جواب داد: اونا اصلا به درد نمیخوره، نوشته های دیوانوار یک زن دیوانه. خب این چطوره؟ سیلکی در حالی که کتابو باز میکرد پرسید: اگه میخواهید از یک کوه بالا بروید، باید از پایین آن شروع کنید. گاملوتی گفت: من که گفتم دیوونه است، پاک دیوونه است. گلاکن گفت: منم موافقم. با وجود این بیاین یه نگاه از نزدیک بندازیم. در پایین شیب و کنار اون صخره بزرگ بود که اون حفار کوچولو که بیشتر اوقات فراموش میشد، یه دفعه از بغل سیلکی پرید پایین و شروع کرد به بالا و پایین پریدن روی شنها. اسکامبل گفت: مثل این که حالش خیلی خوب شده، اما منظورش از این کارا چیه؟ جواب اون به طور غیر منتظره داده شد، زیرا پنج قهرمان ناگهان روی جنگلی از دست ها به هوا بلند شدند. حفارها یک بار پیداشون شده بود و پیش از اون که کسی بتونه اعتراضی بکنه یا دعایی بخونه، شروع کردن به بالا بردن قهرمانان از شیب تند صخره. گلاکن وقتی که متوجه شد از صخره بالا میره، از ترس چشماش رو بست. پشت اون اسکامبل از ترس اینکه به سمت عقب بلغزه به خودش میلرزید. گاملوتی با اون که نگران بود متوجه شد که اون موجودات کوچیک پاهای چسبناکی دارن که به سطح صاف صخره میچسبه و این موجب آرامشش شد. اما سیلکی به کلی گیج شده بود. اتفاق خیلی سریع افتاده بود و از اون گذشته چون پشت و رو قرار گرفته بود، فقط کراستابرد رو در اون پایین میدید. اون به قدری سنگین بود که عده زیادی از حفاران اون رو هل میدادن، ولی خیلی از این تجربه خوشحال بود و لذت بود. ولی دوستان، باور نکردنی بود که این حفاران کوچک با چه سرعتی پنج قهرمان رو به بالای صخره رسوندن. و قهرمانان همینطور که پیش می رفتن، جرأتی پیدا کردن تا پایین رو نگاه کنن و برای نخستین بار همه صحرایی رو که پنج روز پر خطر گذشته رو در اون گذرانده بودن دیدن. بعد از مدت کوتاهی قهرمان ها به بالای پرتگاه رسیدن. اونها خودشون رو در روی فلاتی شیبدار دیدن و حفاران همونطور که به طور اسرارآمیزی ظاهر شده بودن، ناگهان پدید گشتن. سیلکی گفت: اونا کجا رفتن؟
همین الان همشون اطراف ما بودن. گاملوتی متفکرانه گفت فکر نمی کنم جایی رفته باشن. و بعد شنل های شنی رو که مینگی موقع ترک دره به اونها داده بود بیرون کشید. اون گفت اینو نگاه کنید و بعد شنل رو پهن کرد و هر چیزی که در زیر شنل قرار داشت ناپدید شد. گاملوتی گفت حالا دیدین منظورم چیه و اونها با ناباوری خیره مونده بودن. این شنل آدم روی شنها نامری میکنه و حفارا مگه رو زمین بخوابن همین اثر رو داره، نمیشه اونها رو دید، مثل شنها میشن. بله سیلکی گفت به عبارت دیگه اونها ممکنه تمام مدت اطراف ما باشن و ما ندونیم چون نمیتونیم ببینیمشون. گلاکن گفت درسته، خدا رو شکر که اونها با ما دوستن، اگه دشمنهای نامری هم داشتیم دیگه وحشتناک میشد. در این موقع دیگه روز به پایان رسیده بود. با رسیدن خورشید به افق نور قرمز رنگ در سراسر صحرا دیده میشد، ولی صحرایی که با اون روبرو بودن کاملا فرق داشت. از هر طرف توده های شنی دیده میشد. این توده ها در کنار هم صخره های عجیب و پیچیده درست کرده بودند که در اثر برخورد باد شکل گرفته بود و سایه های بلند و تیره از این صخره ها در سراسر صحرا به چشم می‌خورد. در شرایط عادی ممکن بود پنج قهرمان شب رو در اونجا اردو بزنند، ولی در حال حاضر حس می‌کردند که دارن به هدفشون هر چی که هست نزدیک میشن و به همین جهت به راه خودشون ادامه دادن. قبلا مواقعی پیش می اومد که اونها اونچنان در فکر زندگی و نجات خود بودن که تقریبا منظور از این سفر پرماجرا رو از یاد می بردن، ولی حالا اینطور نبود. احساس جادویی به اونها دست داده بود، مثل اینکه ناقوس ها در دور دست زمزمه می کردن، ولی نه، امکان نداشت. شاید فقط وزش باد در شنها بود. با این حال اونها پیوندی رو با وطنشون احساس میکردن، پیوندی با کوها، با جنگلها و چراگاه‌های سبز و رودخانه و این کشش به خاطر اون پیوندها بود. اونها تا اونجایی که پاهای خسته و عضلات دردناکشون اجازه میداد به سرعت پیش میرفتن، تا اینکه به سر تپه‌ای شنی رسیدن و در اینجا بود که با حیرت و تعجب توقفی کوتاه کردند. هیچ کس حرفی نمی‌زد. نیازی نبود، زیرا همه می‌دونستند رودی که در برابرشون بود یک رود معمولی نیست. اون رود واترکرس بود. اسکامبل گفت آب پایین به نظر میاد. لکن جواب داد البته بیشتر آب توی دره مسدود شده. و بعد سنگ زمزمه رو از گردنش در آورد و به دقت نگاه کرد و گفت حالا درست شد، اون کوه فراستبایته، این قسمت نقشه درسته. ولی گلاکن‌های اولیه از شکل و درازای کوه‌های دیگه اطلاعی نداشتن. این باید راهی باشه که اولین مینی پینز ها 800 سال پیش از اون به سرزمین ما اومدن و این منظره ایه که اولین گلاکن روی سنگ زمزمه کنده. سیلکی گفت خنده داره. گلاکن پرسید چی خنده داره؟ سیلکی جواب داد سنگ زمزمه. برای یه تیکه سنگ عجیبه. با این حال تو صحرا که بودیم احساس کردم یه زمزمه ای شنیدم، زمزمه ی ناقوس ها رو. تو فکرم که ولی همینطور که سیلکی راجب ناقوس ها و سنگ حرف میزد توجهشون به چیز دیگه ای جلب شد. از آن سوی صحرا صدای قرش بلندی می اومد. اسکامبل گفت مثل صدای پای یه غول میمونه، داره نزدیک میشه. ناگهان صدا بند اومد. گلاکن گفت اونجا رو نگاه کنیم. بالا با منظره هولناک رو بروشون هیکل هولناک